اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. ما نامه و عهدنامه ای را که وجود مقدس حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب برای مالک اشتر در موقعی که ایشون رو به عنوان حاکم و والی مصر قرار داده بودند، این نامه مورد بحث و گفتگوی ما بود. در ارتباط با وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه، امیر کلام، در ارتباط با خود کتاب نهج البلاغه که گزیده کلامات ایشون هست و همچنین کلماتی را که حضرت به عنوان نامه نوشته است برای مالک اشتر و خود مالک اشتر، مطالبی رو در جلسات گذشته به خدمت شما عزیزان و شنوندگان و بینندگان محترم عرض کردی. حضرت نامه ای را که نوشت برای مالک اشتر که وزیر جنگش بود و او را به عنوان والی و حاکم و سرپرست حکومتی کشور مصر قرار داد، مطالب و نامه بسیار بلند است که اگر یک نفر شخصی بخواد یک حکومت مردمی و یک حکومت اسلامی را پای ریزی بکند، لازم است براش، واجب است نامه و عهدنامه‌ای که وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشتر نوشته است او را الگوی کارش قرار بده. و من سفارش میکنم به تمام کشورهای اسلامی و دولت مردها که نامه شریف و این عهد نامه مالک اشتر را که وجود شریف امیر مؤمنان نوشته شده نوشتند برای او حتما ملاحظه بکنند. من قسمت اول این نامه را که حضرت بیان فرموده بودند و او را برای مملکت داری و حکومت داری به چهار مطلب امر کردن، قسمت اولش رو بیان کردن. به نحو فهرسوار اینه که حضرت امر کرد به حضرت مالک اشتر به جبایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عمارت بلادها. به قسمت اولش ما در جلسه گذشته پرداختیم که حضرت فرمود یک کشور اسلامی لازم است بودجه‌ای داشته باشد و بودجه‌اش رو به نحوی را که گفتیم باید از اراضی مفتوحتون عن وطن در بیاورد و خراج اونها را بگیرد. من در ارتباط با اراضی انوطن یک مقداری صحبت کردم ولی کامل نبود. این مسئله فقهی هست که اگر کشوری به دست مسلمین بیفتد، تمام زمینهایی را که آباد عامر متعلق به همه مسلمین است و حق خرید و فروش و هبه کردن و بخشیدن را کسی در این زمینها ندارد، فقط میتواند حکومت اسلامی اون را به افراد بدهد و یک ما به ازایی در مقابلش بگیرد. این ما به ازایی که میخواد بگیرد سالیانه است. اگر پول نقدی باشد اون را ازش تعبیر میکنند به خراج، و اگر نه خود زمینی باشد که محصولش رو باید به دولت بده، مثل گندم، مثل جو، مثل برنج، اون را ازش تعبیر میکنن به مقاسمه. و خلاصه مقاسمه از زمین ها 13%
14% بیشتر تقریبا نیست، ولیکن خود خراج که عبارت از اون پول نقدی هست دیگه به همین تعیین خود حاکم و دولت و مالک هست که برای افراد تعیین میکند. این قسمت زمین هایی را که آباده و چشت شده است و دائره و آمره به این کیفیتی هست، ازش تعبیر میکنند به خراج. حضرت دستور میده به مالک اشتر، مملکت اسلامی باید برای اداره حکومت بودجه داشته باشد، بودجه اون را از جمع‌آوری خراج باید استفاده کرد و این جمع‌آوری خراج فقط به زمین‌هایی هست که آمره، دائره و میتوانند افراد استفاده ازش بکنند. چش شده؟ قسمت دومی دارد که اون زمین‌های بایره و قامره، یعنی استفاده نمیشه ازش بکنن، مثل بطون عودیه، مثل بیابونهای لم یزرع، مثل رؤوس جبال و قله های کوه یا لبهای رودخانه. این قبیل از زمین ها یا زمین های خربه که خرابه افتاده است و اهلش از اونجا فاصله گرفتند یا اهلش به هلاکت رسیدند، اینها رو ازش تعبیر میکنند به انفال. سوره ای داریم در قرآن مجید به نام سوره انفال که ابتداعا این کیفیتی شروع میشه: یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. ازت سوال میکنن یا رسول الله راجع به انفال، بگو انفال متعلق به خداوند متعال است و رسول خدا. و ما در روایات داریم از پیامبر گرامی اسلام و ائمه طاهرین، هر چی متعلق به رسول خدا هست الان در اختیار وجود مقدس ولی امر امام زمان و ائمه بعد از رسول اکرم است. و بنابراین انفال که حالا یا نه قسم است یا کمتره یا بیشتر هست، اینها در اختیار امام هست و امام عصر. این که میگن بطون عودی متعلق است به انفال، یعنی اون معادنی که در میاد، اون نفت ها و گاز ها و چیزهای زیرزمینی که با وسائل در میاد، اینا همه متعلق است به امام و امام هم باید به هر نحوهی را که میتواند در اختیار مسلمان ها بگذارد. الان که امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبت هست و ما دسترسی بهش نداریم، باید نواب اون حضرت در این انفال دخالت بکند. کسی نمیتواند مگر اینکه از ناحیه اونها اذنی براشون باشه و اجازه‌ای باشه. به هر حال خود انفال عبارت از همین مطالبی است که گفتیم: سیف البحر، لبهای دریاها، یا اینکه بطون عودیه، یا اینکه قلل اجبال و رؤوس به اصطلاح کوه ها. اینها رو معمولا ازش تعبیر میکنن به انفال، یا جنگل های فراوان، یا شخصی از دنیا رفت و این وارثی ندارد. امام وارث من لا وارث له هست و این جزء انفاله. 9 تا 8 تا انفال رو تقسیم میکنم، اکثر اینها همین هایی هست که تقریبا من به خدمتتون عرض کردم که بودجه یه حکومت اسلامی باید از ناحیه خراج اراضی مفتوحه وطن باشه که ازش تعبیر میکنند به جبایت خراج، که حضرت فرمود اول کاری که میکنید در کشور اسلامی مصر تو اول باید بودجه حکومت رو تنظیم بکنید و بودجه حکومت
به این کیفیتی هست که عرض کردم. امر دومی را که حضرت دستور دادن فرمودند و جهاد و عبدوها، باید خودتون رو مهیا کنید برای اینی را که دشمن نتواند به شما حمله بکند، و این رو ازش تعبیر میکنیم به یک قشون و یک لشکر و یک نظامی که برای یک کشور اسلامی لازم است، یعنی تشکیل دادن یک ارتش و یک لشکر قوی و با قدرت، همین طوری که قرآن مجید می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، سوره مبارکه انفال آیه 60، که خداوند متعال دستور می‌دهد به مسلمان ها خودتون رو مهیا کنید تا می توانید قدرتتون را زیاد کنید، تقویت کنید، یک ارتش قوی درست بکنید که دشمن فکر حمله کردن به شما را هم پیدا نکند، از نظر قدرت تدافعی و دفاعی کاملا مجهز باشید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.